سلام خوش اومدید به کلاس درس یک سوالی که خیلی ها بهش جواب غلط میدن این هست که چرا فضا نوردانی مثل این دوستانی که الان اینجا هستن در فضا معلق هستن مخصوصا وقتی که دارن در ماهواره های اطراف زمین حرکت میکنن چرا اینجوری معلق هستن و انگار نیروی گرانش اصلا بر اونها غلبه نمیکنه جوابی که خیلی ها میدن و البته غلط هست اینه که اصلا نیروی گرانش در فضا وجود نداره و بنابراین این دوستان معلق هستن یا مثلا نیروی گرانش خیلی خیلی کم شده اما چرا من معتقدم که این جواب درست نیست و چرا در این ویدیو میخوایم اصلا با هم جواب درست رو کشف بکنیم علتش این هست که اگر این کره زمین باشه در این صورت فاصله ای که این ماهواره هایی که دارن حرکت میکنن و این فضانوردها ها توی اونها هستن با سطح زمین دارن خیلی خیلی کمه یعنی حد اکثر چند صد مایل بالای سطح زمین هستن مثلا یک همچین نقطه ای میشه نقطه ای که این ماهواره من قرار داره بذارید یه رنگی بکنم که راحت تر ببینید یعنی حدودا حالا میشه یک همچین نقطه ای و یا حتی نزدیکتر حدود چندصد مایل یا کیلومتر بالاتر از زمین هستن بنابراین نیرویی که داره به این آدم هایی که توی این ماهواره هستن الان وارد میشه برابر هست با طبق قانون جهانی گرانش نیوتونی مساوی میشه با جی ام این آدم ها جرم زمین تقسیم بر فاصلهشون از مرکز زمین به توان دو. پس این هم یادتون هسته یه فاصله بوده از مرکز زمین بنابراین میشه این شعا و چیزی که واضحه اینه از روی این شکل که این آر اگر روی سطح زمین باشید یا اینکه برید انقدر بالاتر از سطح سطح زمین خیلی تفاوتی نداره درسته که خیلی عدد بزرگتری میشه اما اگر نسبی حساب بکنید خیلی تفاوتی نداره با بنابراین نیرویی که زمین داره به شما وارد میکنه حد اکثر مثلا 5 درصد یا سه درصد یا یک چیزی قطعا زیر ده درصد باید کم بشه و اینطور نیست که نیروی گرانش وجود نداشته باشه بنابراین این جواب غلط هست و ما نیروی گرانش داریم در این نقطه و این فضانوردانی که الان عکسشون رو دیدیم داره بهشون نیروی گرانش هم وارد میشه پس باید دنبال یک توجیه دیگه بگردیم که چرا این اتفاق داره میفته خب حالا بیایید یک آزمایش فرضی با هم دیگه بکنیم فرض بکنید من در این نقطه از کره زمین هستم و میام یک جسمی رو مثلا یک ماهواره ای رو پرتاب میکنم با یک سرعت اولیه نسبتا خوبی به سمت بالای این حرکت میکنه میره میره و اینجا میفته روی زمین البته من باید خیلی زورم زیاد باشه که بتونم این فاصله رو روی زمین پرت بکنم احتمالا مجبورم یک دستگاهی بسازم که این حرکت رو برای من صورت بدم اما به هر حال این حرکتیه که صورت میگیره که عملا یک حرکت پرتابی هست حالا اگر من بیام و این سرعت اولیه رو بیشتر بکنم یعنی مثلا بیارم اینجا سرعت اولیه رو جس میره 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 و جلوتر میفته روی زمین یعنی ماهواره من میره جلوتر و میفته روی زمین حالا اگر من بیام و باز همین سرعت اولیه رو بیشتر بکنم در این صورت مثلا جسم من یک همچین حرکتی رو طی خواهد کرد و اینجا میفته روی زمین ماهواره من و همینطور من بیام باز هم از این بیشتر میکنم سرعت اولیه رو یعنی میام مثلا یک همچین سرعت اولیه میدم بهش که بیاد و بیاد و اینجا بیفته روی زمین و دارید میبینید که داره چه اتفاقی میفته من اگر یک مقدار دیگه این سرعت اولیه رو بیشتر بکنم در این صورت اتفاق خیلی هیجان انگیزی رو خواهد داد من میتونم یه خورده سرعت اولیه رو بیشتر بکنم این بیاد 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 اینجا و مثلا اینجاها بخوره به زمین و در این فرایندی که اینجاها داره خیلی داره اتفاقی شبیه به سقوط آزاد رخ میده براش و یک کاری دیگه من نهایی که میتونم بکنم اینه که این رو دیگه با یک سرعت اولیه از همه اینها بیشتر اما یک عددی که حالا بعدا میشه محاسبش کرد پرت بکنم این میاد 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 و مسیری که طی میکنه یک همچین مسیری خواهد بود و هیچ وقت به زمین نخواهد نشست و یک دایره این شکلی رو خواهد کرد بنابراین اتفاقی که الان اینجا داره میفته دقیقا یک اتفاقی هست که در یک حرکت دایره که ما تحلیل کردیم داره رخ میده یعنی اینجا الان شما یک سرعتی داره این جسمتون یک سرعت اولیه در این راستا خواهد داشت و این سرعت اولیه انقدر زیاد هست که این نیروی گرانشی که داره توسط زمین به این پدیده من وارد میشه در حقیقت به این ماهواره من وارد میشه فقط میتونه کاری بکنه که این جسم من در یک حرکت دایره ای به حرکت خودش ادامه بده به عبارتی این F دقیقا برابر با خواهد بود با جرم ماهواره ضبط در سرعت ماهواره به توان دو تقسیم بر فاصلهش از مرکز زمین بنابراین اگر این دوتا با هم برابر باشن یعنی این مساوی بشه با G تقسیم بر فاصله مرکز ماهواره زم... از مرکز زمین به توان دو در این صورت من یک حرکت دایره ای خواهم داشت روی این شعاع از زمین که خب من این رابطه رو خیلی راحت میتونم ساده بکنم و ازش نتیجه بگیرم که وی به توان دو یعنی سرعت ماهواره به توان دو باید مساوی باشه با جی ثابت جهانی گرانش ضرب در جرم زمین تقسیم بر فاصله ماهواره از زمین یکی از این آر ها با یکی با این آر ساده میشه و این ام هم با این ام ساده خواهد شد این شرط حرکت دایره ماهواره هست روی شعاع آر از مرکز زمین در حقیقت روی دایره ای به شعاع آر که آر فاصله اون ماهواره هست از مرکز زمین بنابراین اگر من بخوام روی یک دایره به شعاعی بزرگتر حرکت بکنم مثلا بخوام روی یک دایره به این شعاع حرکت بکنم باید یک جوری ماهواره رو برسونم به این ارتفاع و بعد اون رو با سرعت v و وی که مماس هست بر این دایره فرضی که من دوست دارم ماهوارم روی اون حرکت بکنه حرکتش بدم که این وی جدید از این رابطه به دست خواهد اومد که کوچکتر هست دیگه چون این آر جدید من رفته بالا میخوام در شوهای بزرگتری حرکت بکنه بنابراین این کسر کوچیک شده و بنابراین وی جدید من کوچکتر خواهد بود بنابراین اگر یک ماهواره در شعای بزرگتر داره دور زمین چرخش میکنه ما میتونیم نتیجه بگیریم که این وی زرد رنگ کوچیکتر خواهد بود از این وی سفید رنگ طبق این رابطه ای که اینجا کشف کردیم بنابراین اتفاقی که داره برای این دوستان فضانورد ما میفته الان این نیست که اینها اصلا سقوط نمی... گرانش بهشون وارد نمیشه نه تنها داره گرانش بهشون وارد میشه که اینها هر لحظه دارن حس میکنن که در حال سقوط آزاد هستن یعنی دقیقا اگر شما مثلا بانجی جامپینگ رو تست کرده باشید یا مثلا در شهر بازی سوار این ترن هوایی های عجیب و غریب شده باشید احساس سقوط آزاد برای چند لحظه بهتون دست داده و این فضا ها دائما داره این احساس سقوط آزاد بهشون دست میده به خاطر اینکه روی این مسیر دایره ای دارن حرکت میکنن که این شرایط رو براشون فراهم کرده در حقیقت اتفاقی که داره براشون میفته اینه که دائما نیروی گرانش زمین داره بهشون وارد میشه سقوط آزاد یعنی همین دیگه یعنی شما از اینجا سقوط بکنید به سمت زمین و دائما نیروی گرانش زمین بهتون وارد بشه اما به دلیل این سرعت اولیه‌ای که دارن نمیخورن به زمین و در این مسیر حرکت خواهند کرد و یک نکته دیگه در مورد ماهواره این هست که چون هوا اینجا تقریبا وجود نداره در خارج از جو زمین و خیلی مقاومت هوا کم هست این ماهواره میتونه دائما بدون اینکه هیچ نیروی اون رو متوقف بکنه طبق قانون دوم قانون اول نیوتن به حرکت خودش ادامه بده پس علت اینکه این, این ماهواره نمیاد زمین این هست البته چون خیلی خیلی مقاومت هوای کمی وجود داره و یک نیروهای متوقف کننده ای باعث میشه که ماهواره بالاخره از مدار خودش بعد از یک مدت طولانی خارج بشه حالا اگر این ماهواره که داره روی این مدار حرکت میکنه ناگهان ترمز بکنه چی میشه یعنی سرعتش رو کم بکنه خب اون وقت این نیروی اینرسی نمیتونه غلبه بکنه بر این نیروی گرانش و بنابراین ماهواره مسیرش به این سمت منحرف خواهد شد یعنی میره که سقوط کنه به سمت زمین به همین ترتیب اگر این ماهواره سرعت خودش رو افزایش بده اتفاقی که میفته اینه که اینرسی غلبه میکنه بر این نیروی گرانش و ماهواره در این مسیر حرکت خواهد کرد بنابراین برای اینکه همیشه یادتون باشه چرا فضا نورد شدن خیلی جذاب هست هرچند خیلی هم سخت هست اما اگر بخواید میتونید این یادتون باشه که یک فضا داخل یک سفینه اگر داخل یک ماهواره اگر هیچ پنجره به بیرون نداشته باشه و هیچ ارتباطی نتونه با بیرون برقرار بکنه نمیتونه حالت خودش رو از سقوط آزاد تفکیک بکنه چون دائما در حال سقوط آزاده و شما یک زندگی سقوط آزادی خواهید داشت اگر فضا